أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلنده و شنوانده عزیز، قسم که شما در جوجان هستین، بخاطر ویروس و کرونا تمام مساجد درهایش بسته بود. امروز امروز 8 ماه مبارک رمضان است. قسم که ما خبر شدیم که سر از امروز درهای مساجد برای مسلمان ها باز میشه با رعایت چند قوانین که ماسک و 1.5 متر فاصله و جای نماز داشته باشن. دیگه امروز ما آمدیم که یک گزارش کوچک داشته باشیم به شما که چیزی که ما شنیدیم انشاءالله که همونطور باشه، انشاءالله که در مساجد برای مسلمان ها باز شود تا عبادت خدا کرده بتانند. دیگه میریم داخل میبینیم که همین رقم هست یا نه. شما رو در جوجان بگذاریم. سلام علیکم. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله و شما می دانید که تنها تا دیروز زیادتر از 63,000 انسان در امریکا تلف شده از بین رفتن. زیادتر از 63,000 انسان و دیگر هم زیادتر از 1.5 میلیون انسان در این مرض مبتلا هستند. تعدادی از افغان ها و غیر افغان ها و همه را گرفتن. الله متعال این مصیبت را دفع بگردانه. این امتحان بود، امتحان بود، ما را تکان داد. رب العالمین می فرماید التائبون العابدون، کسی که توبه میکنه، توبه کنندگان و عبادت کنندگان توبه میکنن، بسوی الله رجوع میکنن. این حالات شاید ما را تغییر داده باشه. التائبون که ما توبه کنیم بسوی الله، بسوی الله رجوع کنیم. العابدون عبادت کنیم الله را با جان خود، با وجود خود، با قلب خود، با مال خود، با زندگی خود الله را عبادت کنیم. التائبون العابدون الحامدون، حمد الله را بیان بداریم. حمد، حمد الله را، الحمد لله بگویم بر صحتی که داریم، الحمد لله بگویم بر اولادی که داریم، الحمدلله بگویم به امنیتی که داریم، الحمدلله بگویم به امکاناتی که داریم، الحمدلله بگویم به لقمانانی که داریم در قرنطین. تعداد مردم هست از خاطر این مرض برآمدند. گفت کار نداریم، درآمد نداریم. هر روز ما کرونا است. این الحمدلله بگویم، الحامدون حمد بگویم به این حالت خود. چه تعداد ما مبرور شدیم و الله را اله کردیم. حمد الله را، حمد بر نعمت الله، حمد بگویم که ما را مسلمان ساختی، حمد بگویم که ما پیرو به قرآن هستیم، حمد الله را بگویم که او الله مرض را میاره و دفع میکنه. السائحون، ابن عباس میگوید السائحون هم الصائمون، یعنی روزه‌دارا هستند. امروز 8 رمضان است. الله دروازه های رحمت باز کرد. او در دهه اول رمضان دروازه های رحمت الله باز شد. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. در امی ماه مبارک الله فرمود
وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بندگان مرا سوال کنند ما اجابت میکنم. اذا سالني عبادي فاني قريب واذا سالك عني عبادي فاني قريب. من نزدیک استم و الله که نزدیک است از رگ گردن به ما نزدیک است. هو معكم و امرای شما است. وان الله قد احاط بكل شيء علما. علم او محيط است. الله را صدا بزنن الله اجابت میکنه. رب العالمین میفرماید که شما الصائحون صائمون روزه بگیرن. بندگان روزدار روزه از غیبت، روزه از حرام، روزه از مال مردم خوردن، روزه از زنا، همه باید روزه باشن. مفهوم رمضان می است. ببینم یکی از بزرگترین رحمت الله باز شدن دروازه های مساجد است. چقدر ما دق شده بودیم، چقدر ما دل ما تنگ شده بود. با می شرایط انشاءالله بهتر می شود. و ما مملکتی که ما در او زندگی داریم حقیقتا مردمش تابع قوانینی که امر کردن اطاعت کردن، نتیجه را ما می بینیم. امروز ما او نتیجه را میبینیم. نتیجه ایک اطاعت کردن به اوامر طبی و به اوامر شرعی، هم شریعت و هم طبابت، هر دویش امر کرد. پیامبر اسلام فرمود فر من المجزوم فرارک من الاسف. از مجزوم مثل از شیر میگرزی همون تو بگرز. پیامبر در حدیث طبرانی میگوید بین تو و بین آدم مجزوم و مریض قدر رمح او رمحین به اندازه یک نیزه یا دو نیزه، یعنی یک و نیم متر تا دو متر باید فاصله بگیرن. در حدیث طبرانی میگه مگر این معجزه نیست؟ خدا قرنطین کنن آدم مریض برای صحتمند نره و صحتمند برای مریض نره. به این خاطر است که دروازه های رحمت در این ماه مبارک باز شد. حتی در سرزمین حرم در مکه امروز فضا آزادتر است الحمدلله. قدیش را صحبت کرد الحمدلله و ای هذا من فضل ربی، ای فضل پروردگار است. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم. که ما نرمال نمیتونه با ماست صحبت کنه. اگر داشتیم و من لایف دیدم چون فاصله زیاد بوده باکی نداره. در محل نماز استاد شدن در امون جای خودتان و رعایت دخولی و خروجی این فرد اوز فرد. در وزخانه در این زمان چهار نفر زیاد نروه و که بنامد برادرهای دیگه میره. دست دادن و بغل کشی کردن، الله از بغل کشی افغانان نگاه کنه. مریض ها، کسی که مریض است ریزش داره، زکام داره، تشریف نیاره که شفا پیدا کنه، جان جورش از همه مهمتر است. سال خوردگان شیخ فانی است و او را از زیر قدش گرفته در مسجد میاره. خطرناک است. اطفال زیر سن، اطفال را میارن او مراعات نمیکنه. هر طرف میده و بغل هر کس خودم میندازه. و قبل از دخولی دستها را شستن، داخل مسجد پارک نکنه و آوردن مواد خوراکی در شام، نوشیدنی و افطار داخل مسجد اجازه نیست. بجز نماز، مجلس نمودن، نشستن، اعتکاف نمودن اجازه نیست و از سکوریتی اطاعت نمودن. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعیدکم لعلکم تذکرون. In diesem heiligen Monat. In dem Monat, in dem der Koran herabgesandt wurde. In dem Monat, wo die Tore des Paradieses geöffnet sind und die Tore des Höllenfeldes zu sind. In dem Monat, wo Allah subhanahu wa ta'ala seine Barmherzigkeit nicht über dich,
Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen Monat sinnvoll und gut ausrüsten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala jede Krankheit und jeden Virus, der uns schadet, von uns wegnehmen und uns ausschütten. Meine lieben Brüder, dass die Türen der Moschee geöffnet sind, hat aber auch Regeln mit sich gebracht, die wir einhalten müssen, sodass uns die Türen der Moschee nicht wieder geschlossen werden. Und diese Regeln lese ich euch mal vor. Beziehungsweise die Schutzmaßnahmen. Erstens, Maskenpflicht sowohl in der Moschee als auch auf dem Hof. Zweitens, Mindestabstand von 1,5 Metern auch während des Gebets. Drittens, Gebete darf nur in den dafür vorgesehenen Plätzen. Wir haben hier in der Moschee die Stellen markiert und dort soll jeder Einzelne sein Gebetsteppich drauflegen. Und zwar zentral auf der Linie. Fünftens, separat ein- und aussehende müssen genutzt werden. Da ist unser Eingang und dort ist unser Ausgang. Sechstens, in den Waschräumen dürfen sich maximal 4 Personen gleichzeitig aufhalten. 4 Personen maximal in den Waschräumen. Siebtens, Händeschütteln und Körperkontakt sind verboten. Also wir begrüßen uns nicht, indem wir uns die Hand geben oder indem wir uns umarmen, wie wir es sonst kennen. Wir begrüßen uns von weitem und heben einfach die Hand und sagen, das ist der Malikum. Und die Belohnung liegt nicht beim Handgeben oder beim Umarmen, nein. Die Belohnung liegt bei dem Wort bzw. bei dem Satz, dass man gegenseitig den Frieden ausspricht. Achtens. Menschen mit Erkrankung, Grippe, Erkältung etc. ist der Zutritt zu den Moscheeräumlichkeiten verboten. Das ist eine Sache, auf die wir sehr achten sollten. Denn diese Muslime und Muslime denken an ihre Geschwister. La ilaha illallah Der Prophet sagt, keiner von euch ist gläubig, bis er seinem Bruder nicht dasselbe wünscht, was er für sich selber wünscht. Wünschen wir uns Gesundheit? Wünschen wir uns nicht von der Krankheit, ja nicht intensiv zu werden, sondern gesund zu bleiben? Genau das Gleiche müssen wir auch für unsere Geschwister wünschen und deswegen müssen wir Rücksicht haben, wenn wir krank sind, dass wir zu Hause bleiben und unsere Geschwister nicht einstehen. Neuntens, Ältere und Kinder dürfen nicht zur Moschee kommen. Das liegt daran, weil die älteren Leute, dass bei denen die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie angesteckt werden und dass Kinder die Regeln nicht mehr so sehr beachten können wie Eltern. Zehntens, vor den Eintritt in die Moschee müssen die Hände desinfiziert werden. Aktuell stehen auch Brüder vor der Tür, die Desinfektionsmittel verteilen. Und schon am Ende muss noch darum kümmern, dass hier bestimmte Desinfektionsmittelstelle dort installiert werden. Erstens, das Haken auf dem Hof der Moschee ist nicht gestattet. Zwölftens, Mitbringen von Essen und Trinken ist nicht gestattet. Dreizehn, Aufenthalt außer dem Zelt des Gebets ist verboten. Wir bitten alle Brüder darum, dass wenn wir das Gebet fertiggestellt haben, dass bitte jeder alle den Weg nach draußen findet, beziehungsweise nach Hause. Viertens. Die Anweisungen des Security-Personals müssen gefolgt werden. Unsere Brüder machen sich die Mühe, unsere Brüder nehmen sich ihre Zeit und ihre Laune und ihre Geduld, sollten wir nicht auf die Probe stellen, die sollten auf sie hören. Und sie machen das nur um unsere eigene Sicherheit. Selber haben sie nicht davon. Bei Nicht-Einhaltung der Schutzmaßnahmen wird die jeweilige Person sanktioniert. In der Zeit vom 1. Mai, also heute, bis zum 3. Mai, beginnt eine Prüfphase mit maximal 15 Personen. Dies gilt für alle Gebete. Also wir gucken, wie es sich entwickelt, ob die Brüder wirklich unsere Regeln darauf achten. Wenn sie nicht darauf achten sollten, sind sie wieder gezwungen, die Tür zu schließen, wie wir. Die Moschee behält sich vor, diese Begrenzung bis noch weiteres zu verändern. Des Weiteren wird es dieses Jahr kein gemeinsames Fastenbrechen geben. Also ich sage, wird es nicht zusammen in der Moschee geben. Chatam, das gemeinsame Lesen des Heiligen Korans, wird voraussichtlich nicht in der klassischen Form in der Nacht des 27. Ramadan stattfinden, so wie wir es jedes Jahr eigentlich hatten, dass wir tausende Leute einladen und wir
Fastenrechte zu haben, so wird es dieses Jahr wahrscheinlich nicht sein. Nur bei einer veränderten Situation wird die Moschee diesbezüglich Neuigkeiten kommunizieren. Wir haben heutzutage viele Möglichkeiten, soziale Netzwerke, WhatsApp, Facebook, wo wir aktuelle Informationen schon auch reinschicken und einstellen. Das afghanische Zentrum wünscht allen weiterhin viel Kraft und viel Geduld, um die Corona-Pandemie gesund und munter zu überstehen. In diesem Sinne, Ramadan Mubarak. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Kranken helfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns, unsere Familie und alle Muslime weltweit schützen. Amin. Alhamdulillah. بعيهم والضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى. بسم الله الرحمن الرحيم. بینندگان و شنوندگان عزیز، قسم شما تصاویر را مشاهده کردین. الحمدلله نماز جماعت را جماعت خواندیم با جمله دوستا، با جمله برادرای مسلمان خود، با قوانینی که گذاشته شده بود، ماسک، دستکش و جای نماز. انشاءالله که همین قوانین را رعایت کرده که آهسته آهسته دوباره به حالت عادی برگردیم و این ویروس کرونا یک درس عبرت انشاءالله به ما باشه که تاب بزنیم، دوباره پس به الله رجوع کنیم، توبه کنیم، استغفار بگوییم. یک تکان بزرگ به تمام مسلمان ها بود تا ما از گناه های گذشته خود برگردیم، دوباره به الله رجوع کنیم تا الله در رحمت خدا بری ما باز بگردانه. الحمدلله شکر باز من به خاطر ماه مبارک رمضان و برکت ماه مبارک رمضان الله بر ما آسان گشتان که دوباره نماز جماعت خدا شروع کردیم و میخواستیم با برادرای خود مصاحبه کنیم، اما به خاطر از اینکه دیدیم اونام به خاطر ترس از ویروس از کرونا دیگه کمک خودداری کردیم، گفتیم باشه که تا قوانین خوبتر مراعات شود تا ان شاء الله در برنامه بعدی با ایشان گپ بزنیم. چرا قسمی که دیدم میشد همشان دق شده بودن با نماز جماعت پس دوباره به حالت عادی بر بگردد. دیگه انشاءالله تا برنامه بعدی دیگه شما را بر لای پاک میسپاریم، تا برنامه بعدی شما را در جریان میگذاریم. همه قدر وقتی که برنامه هم نداشتیم به خاطر از این که مشکلات ویروس کرونا بود و به خاطر از این که قوانین رعایت کنیم نتونستیم بر شما برنامه داشته باشیم. انشاءالله تا برنامه بعدی شما را بر لای میسپاریم. الله حافظ. سلام علیکم. بینندگان عزیز، قسمی که شما تمام تصاویرها را مشاهده میکنیم، ویدیوها را مشاهده میکنیم، جناب محترم علیزاده صاحب زحمتایش هم میکشه و در آخر از شما خواهش مندیم سابسکرایب لایک از یادتان نره تا انشاءالله برنامه های بعدی ما را ویدیوهای بعدی را مشاهده کنیم. سلام علیکم.